در طول تاریخ انسان ها از ابزار و وسایل مختلفی استفاده می کردن و همیشه در حال پیشرفت دادن و ارتقاء اونها بودند. از ابزارهایی برای رفع نیازهای اولیه مثل شکار و دفاع از خود بگیر تا ابزارهایی مثل چاقو و قاشخ که امروز کوچکترین کارهای ما بهش وابسته است باغبانی و نگهداری گل گیا هم مثل هر کار دیگه ای برای خودش ابزارهایی داره که بهمون به کمک میکنه و کیفیت نگهداری گلهامون بالاتر میره ما یه مجموعه از ابزارهایی که خودمون استفاده کردیم رو در نظر گرفتیم و توی چند ویدیو قراره که بهتون معرفیش کنیم پنج تا از اونها رو توی پارت یک معرفی کردیم پنج تاش رو هم توی این ویدیو معرفی میکنیم و و توی ویدیوهای دیگه همچنان ادامه داره پس اگر که عدد ابزارهای این ویدیو از پنج به بعد شروع میشه تعجب نکنین حالا یه لایک به ویدیو بزنید که انرژی بگیریم و بریم سراغ ابزارهای این قسمت ابزار ششم سرشیلنگ که خیلی کاربردیه هم برای داخل حیات و هم داخل خونه حالا چه جوریشو بهتون میگیم اول از همه بدونید که این و مدلای مختلفی دارن که دو تاش مد نظر ما سلان یه مدلش که خیلی ساده از شبیه سردوش همون میمونه و حالت آبیاریش عوض نمیشه بیشتر مناسب باغچه که سبزیجات و سیفیجات کاشتن و فقط میخوان از این ور باغچه آبو ببرن ور باغچه و دوست دارن که آب نرمتر پخش بشه یه مدل دیگه هم هستش که مدل آب پاشیدنش عوض میشه و یه کلید داره که شما باید برای آبیاری اون رو فشار بدید برای وقتهای خوبه که شما میخواید برگ گیاهتون رو تمیز بکنید مثلا لکه, لکه کودهی یا املاح آب روش نشسته و میخواید خوب تمیز بشه یا گیاهتون تازه درگیر آفت شده و میخواید با فشار آب اون رو از گیاه جدا بکنید حالا اگر که توی حیات این کار انجام میدین که چه بهتر اگر که نه همومتون دوش سیار نداره که بتونید استفاده بکنید و میخواید که فشار بیشتری داشته باشه و تنظیم بشه میتونید یه شلنگ به شیر همون وصل کنید این سرشلنگ هم بذارید و اونجا هم این کار رو انجام بدین ابزار هفتم فواره آبپاش های بارانی به در درد چه کسانی میخوره کسانی که باخچه های بزرگی دارن چمن کاشتن خلاصه میخوان مساحت زیادی رو آبیاری بکنن که این کار زمان زیادی ازش رو میگیره و سخته برای کیا مناسب نیست کسانی که آب منطقهشون کم فشار یا املاح زیادی داره کم فشار به خاطر اینکه آب به تمام این فواره هایی که توی زمین کار میذارید نمیرسه مگر اینکه شما یه پمپ بذارید و املاح دار به خاطر اینکه باعث بسته شدن سوراخ‌های این فواره ها میشه این مدل فواره که ما گرفتیم پلاستیکی و سه شاخ است پنج هم هست که فلزیه و کلا مدل خفن ترشن. لول لوله اتصالات میتونید برشون بگیرید بر مبنای متراژتون تعداد مشخصی تهیه میکنید برش پمپ میذارید تایمر قرار میدین و یه آبیاری خودکار ایجاد میکنید که دیگه نیازی به وقت گذاشتن برای آبیاری نباشه علاوه بر اینکه زمان شما رو جلو میندازه آب رو یک دست پخش میکنه و باعث خنکتر شدن محیط هم میشه این مدل پلاستیکیش باگ زیاد داره مثلا اینکه از کنارش آب میریخت و اون قسمت آب زیاد جمع میشد و گل میشد و یه باگ دیگه هم این بود که هنوز ما استفاده نکرده بودیم چند تا سوراخش مسدود شده بود برای همین بهتره که از این مدل پلاستیکیش تهیه نکنین زار وسیله هشتم سینی های نشا که یکی از کاربردی ترین چیزایی بودش که ما خریدیم به چه کسانی نمیخوره کسانی که دوست دارن زیرگلدونی زیر گلدونی زیر گلدوناشون باشه یا اینکه گلهاشون رو نقاط مختلفی از خونه چیدن اما داشت اگر که دوست دارید یا شرایط کم نوری خونتون ایجاب کرده که گلها رو یک جا و فشرده بچینین براتون خیلی میتونه کاربردی باشه به گلهاتون نظم میده اگر که گلدونتون پای زکشی خوبی داشته باشن نیاز نیستش که حتما آب باقی مونده توی سینی رو بعد از آبیاری تخلیه کنید چون تبخیر میشه به گلها برمیگرده بر مگر اینکه حجم آب زیاد باشه و شما هم تهویه هوای خوبی نداشته باشین توی محیط میتونید توش لیکا بریزید و برای گل هاتون جزیره درست بکنید میتونید به جز اینکه زیر گلدوناتون میذارید یه دونه داشته باشید برای تعویض گلدون گل های کوچیک و متوسطتون ما خودمون کاری که کردیم زیر گلدونیار رو کلا گذاشتیم کنار توی دفتر کار و سینیای های نشایی قرار دادیم که کارمون رو خیلی راحت کرد نفر یه دونه ازش توی خونه داریم که برای تعویض گلدون چند تا دونه گلگیا همون یا برای آبیاری ازش استفاده میکنیم. فقط به این نکته دقت بکنید که ابعاد این سینی ها سی در 60 یا 35 در 70 و اگر مثل من طبقه دارید که گل هاتون رو روش گذاشتین و عرض این طبقه ها کمه میتونه براتون مناسب نباشه چون از طبقه میزنه بیرون و شما ممکنه که باش برخورد بکنید و گل هاتون چپه بشن نهمین ابزار علکه و به درد کسایی میخوره که خودشون توی خونه خاک ترکیب و آماده میکنن فقط نباید سایزش خیلی ریز یا خیلی درشت باشه جنسش هم پلاستیکی نباشه فلزی یا گالوانیزه بخرین ما خودمون علک رو درست میکنیم اینجوری که یه دونه ورق گالوانیزه یه توری میخریم یه چارچوب درست میکنیم و این دو رو با منگنه یا میخ به همدیگه وصل میکنیم بیشتر این کاربرد علک برای ما شستن لیکا جدا کردن سایز ریز و درشت پرلیتوماسه و شستن این بستر کشتا بوده یه وقتایی هم شده که کوکوپیت رو هم علک کردیم که اون خاکی که توی بستش هست ازش جدا بشه شما اگر که ورمی سرند نشده میخرین هم میتونید با این علک سرندش کنید ولی با توصیه ما اینه که کلا سرند شده خریداری بکنید در کل الک خیلی چیز خوبیه برای کسایی که خودشون خاک درست میکنن که هم بستر کشتشون سایز مناسبی پیدا بکنه و همین که تر و تمیز بشه ابزار دهم ده لیوان یه بار مصرفه که شاید باورتون نشه ولی برای ما خیلی کاربردی بوده واقعیتش دنبال یه چیزی بجز پلاستیک میگشتیم برای کاور کردن که بتونیم چندین بار ازش استفاده کنیم این شد که رفتیم سمت این لیوان و برای خیلی از بذرهای سفیجات و سبزیجات و قلمه هامون ازشون استفاده کردیم نتیجه خیلی خوبی هم گرفتیم برای گیاهانی که رطوبت دوستن شما سرزنیشون کردین بعد از پینه میتونید از این لیوانها برای کاور کردن استفاده کنید یا گیاهانی که نمیخواین داخل تراریوم بذارید ولی رطوبت رو دوست دارن میتونید با این روش ازشون نگهداری بکنید مثل فتونیای ما که توی تراریوم اصلا حال خوبی نداشت و از وقتی که داریم با این سبک نگهداریش میکنیم خیلی خوب رشد کرده و صحیح و سالم خیلی خوشگل شده معمولا سایز گل گلدونی که برای بذر یا قلمه استفاده میکنیم کوچیکه و این لیوانها به کار میان سایز گلدون 6 8 و 10 رو جواب میده اما از اون بیشتر و گیاهان بزرگتر باید برید سراغ این ظرفای یه بار مصرف ماست یا بستنی کیلویی که از نیم تا دو کیلو سایز بندی مختلف داره فقط وقتی که برای خرید لیوان یه بار مصرف میرین نمونه سایز گلدونی که میخواین برش کاور داشته باشید رو هم ببرید که مطمئن بشید بهش میخوره چون این لیوان ها هم سایز بندی مختلفی دارن و دقت کنید که یه مقدار هم از دهانه گلدون رد, رد بشه که کیپش بشه قشنگ و با یه باد سری نیفته اگر بار اول از این لیوان استفاده میکنید خوب بشوریدش و روش سوراخ ایجاد کنید که هوا درش درگردش باشه اگر هم که بار دوم یا چندمه که میخواین استفاده کنید حتما خوب خوب بشورید مجدد که مطمئن بشید قارچ یا چیزی به گیاه دوم انتقال پیدا نمیکنه البته اگر که گیاه شما قارچی شده بوده حالا قلمه یا هرچی به نظرمون لیوان رو بندازید دور خیلی ریسکش کمتره. به جز این لیوانا میتونید از این باکس های خاک که توی ویدیو قبلی بهتون معرفی کردیم هم استفاده کنید برای نگهداری قلمه اما توصیه نمی کنیم به خاطر اینکه اگه بخوایم با لیوان ایمار مصرف مقایسهش کنیم قیمتش بیشتره و برای تهویه باید هی درش رو باز کنید هر چند وقت یا اینکه سوراخش کنید که اگه سوراخش کنید دیگه برای خاک کاربردی نیست پس باید یه دونه جدا بخرید به نظر ما کلا کنسل این گزینه مرسی که تا آخر ویدیو رو تماشا کردین برای دیدن پارت بعدی معرفی ابزار و کلی ویدیو آموزشی دیگه کانال گلدون رو سابسکرایب کنین لینک پارت قبلی معرفی ابزار رو هم توی دیسکریپشن براتون میذاریم که راحت بتونید پیداش کنید راستی منتظر کامنتاتون هم هستیم و این ویدیو رو با دوستاتون که گل دارن هم به اشتراک بزنید که اون هم استفاده on it.